به نام خدا. موضوع صحبت من راجع به اختلالاتیه که خودشون رو به شکل درد عضلات صورت، مفصل فک، صدای فک و یا محدودیت در باز کردن و حرکت فک نشون میدن. هر کدوم از ما ممکنه که این علائم رو تجربه کرده باشیم یا این اختلالات مفصلی فکی رو در اطرافیانمون دیده باشیم. قبل از اینکه توضیح بدم راجع به اینکه چجوری این اختلالات رو باید درمان کرد، خیلی خلاصه راجع به عوامل ایجاد کننده این اختلالات صحبت میکنم که باهاشون آشنا بشیم. اولی مسئله ای که ممکنه باعث ایجاد این اختلالات مفصلی فکی بشه، وضعیت جفت شدن دندان‌های فک بالا و پایین و تماس اونهاست. وقتی که ما فکمون رو می‌بندیم، دندون‌ها رو با همدیگه یک تماسی برقرار می‌کنن که معمولاً یک الگوی نرمال و مشخص دارن. اگر یک مسئله بیاد این حالت رو برهم بزنه، باعث این میشه که این اختلالات مفصلی فکی خودشون رو نشون بدن. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، ممکنه شما برید دندون پزشکی و براتون یک روکش درست بکنه که این روکش بلندتر از بقیه دندون هاست. وقتی که دندون ها میخوان با همدیگه جفت بشن، شما مثلا غذا بجوید، این روکش مانع میشه و خود این مسئله باعث این میشه که عضلات منقبض بشن و باعث ایجاد اختلالات مفصلی فکی میشه، باعث ایجاد درد و محدودیت باز کردن دهان میشه. یا یه عامل دیگه‌ای که ممکنه باعث ایجاد این اختلالات بشه، ضرباتی هست که ممکنه به ناحیه سر و صورت وارد بشه. بعضی از این ضربات هستن که خب خیلی مشخصن، موقع تصادف یا مثلا زمین خوردن یا ورزش کردن، که اینها خب قطعا باعث ایجاد این اختلالات میشه. بعضی از ضربات هستن که بیمار متوجه اون نمیشه، مثلا همون روکشی که به عنوان مثال عرض کردم. وقتی که بیمار متوجه نباشه که این بلند هست، وقتی که با این غذا میجوه، توی هر جویدن این ضرباتی وارد میکنه به فک مقابل. این ضربات کوچیک وقتی که در طول زمان تکرار میشن، باعث ایجاد درد مفصل، درد فک و انقباض عضلانی میشن که این انقباض عضلانی باعث میشه که فرد نتونه فکش رو تا انتها تا حدی که مشخص هست باز بکنه و اختلالات مفصلی فکی ایجاد میشه. یا یه مسئله دیگه که ممکنه باعث ایجاد این اختلالات بشه، استرس ها هستش. استرس یک جزء طبیعی هستش که در زندگی همه ما وجود داره. خودش رو ممکنه به دو شکل بیرونی و درونی نشون بده. فرد خودش رو به این شکل تخلیه کنه که مثلا گریه بکنه یا به اصطلاح داد بزنه یا موارد این چنین، یا درون خودش بریزه، افزایش فشار خون، تپش قلب، و همین اختلالات مفصلی فکی هم که گفتم میتونه از مواردی باشه که استرس خودش رو به اون صورت نشون بده که فرد به اصطلاح احساس تنگی عضلانی بکنه، احساس کنه که عضلاتش منقبضن، فکش رو نمیتونه از یک حدی بیشتر باز بکنه، صدای فک، درد فک و همه اینها رو نشون بده. مسئله دیگه درد هستش که بدن ما کلن به این شکل ساخته شده که وقتی یک قسمتی درد داشته باشه، بقیه قسمت ها سعی میکنن که از اون قسمت محافظت بکنن. افرادی رو دیدیم که مثلا یک دندونشون درد داره، آبسه دارن، عفونت دارن، این افراد خیلی هاشون نمیتونن دهانشون رو از یک حدی بیشتر باز بکنن، به خاطر اینکه همین درد عمیقی که دارن باعث انقباض عضلانی میشه و اگر جلوش گرفته نشه پیشرفت میکنه و باعث اختلالات مفصلی فکی میشه. مسئله دیگه که خیلی از ما اسمش رو شنیدیم، دندون قروچه هست. خیلی از بیمارا وقتی که میان میگیم، ازشون میپرسیم که دندون قروچه داری، تکذیب میکنن، ولی اکثر ما دندون قروچه رو داریم و خودمون متوجه نیستیم. این دندون قروچه هم در مواردی میتونه باعث ایجاد اختلالات مفصلی فکی بشه. عادات دهانی دیگه هم هست که میتونه باعث این مسئله بشه، مثلا جویدن آدامس یا مثلا جویدن انتهای خودکار، انتهای مداد، که این موارد هم از مسائلی هست که میتونه باعث ایجاد این اختلالات بشه. البته این 5 تا موردی که گفتم اهمیت هاشون با همدیگه متفاوته، بعضی ها اثرشون بیشتره و بعضی ها اثرشون کمتر. حالا ما این علائم رو داریم و میدونیم که چه عواملی هم ممکنه منجر به این بشه. مراجعه میکنیم به دندان پزشک متخصص پروتز. متخصص پروتز میاد تاریخچه میگیره، از ما یک شرح حال میگیره و متوجه میشه که کدوم یکی از این عوامل منجر به این مشکل ما شده و بعد بر طبق اون میاد طرح درمانش رو ارائه میکنه. حالا این طرح درمان ممکنه ساختن انواع گارد سخت باشه یا گارد نرم باشه، یا فرد وقتی که
صدای فک داره ممکنه یک نوع خاصی از گارد سخت رو براش بسازه که این صدای فک برطرف بشه، یا در مواردی مثلا میتونه دارو درمانی بکنه، یا اگر لازم دید بیمار رو ارجاع بده به متخصص دیگه، یا اگر مثلا درمانهای ساده رو شروع کرد و فرد جواب نگرفت از این درمانها، اون وقت میتونه درمانهای تهاجمی تر رو شروع بکنه، مثلا ارجاع بده متخصص جراح فک و صورت و مواردی از این قبیل.